نام خدا و سلام بر شما بینده برنامه آخر خط به گونه زنده از تلویزیون نور هستید سرانجام انتخابات ریاست جمهوری در کشور ساعت پیش با اشتراک کمرنگ مردم با توجه به تهدیدهای جدی طالبان پایان یافت این نتیجه این انتخابات پذیرفتنی خواهد بود این چهارمین انتخابات ریاست جمهوری در کشور است که علیرغم تهدید جدی طالبان وزیر سایه حملات پراگنده این گروه در سراسر کشور و با موجودیت نگرانی جدی از تقلب گسترده و یافته با اشتراک کمرنگ مردم پایان یافت دلیل کمرنگ بودن اشتراک مردم در این انتخابات چی است کاری نیروهای امنیتی در تامین امنیت امروز چگونه بود بحث میکنیم در همین رابطه با حضور آقایان آقای سید نقیبالله هاشمی آگاه سیاسی و آقای محمد مختاری معاون حزب حرکت اسلامی افغانستان خیلی خوش آمدید مهمان از به برنامه آقای هاشمی می بحث را با شما آغاز بکنم امروز اشتراک کردین در انتخابات ریاست جمهوری و وضعیت انتخابات چگونه بود به نام خدا سلام عرض ادب خدمت شما مهمان از در بحث بینندگان محترم تلویزیون مردم شریف نجیب افغانستان ما ابتدا می با به اوی عزیزان ما که از قرار که از رسانه ها شدیدیم نوتن شهید شده و تقریبا تن زخمی شده در حملات ما ابتدا با شهدای عزیزی که در این روز که پروسی ملی بود و واقعا کلا اشتراک میکردن که سرنوشت وطن خود رقم بزنن شهید شدن با شهدا و مغفرت و با مجرحین شفای عاجل و با فامیلی صبر میخواین یک شما سوال کردین که اشتراک کردین بلی افتخارانه با ارمان مقدس با ارمان پاک که بتونیم سرنوشت وطن خدا توسط شخص که واقعا به افغانستان خدمت کنه و از یالت بحرانی افغانستان نجات بده آقلانه و بیدارانه فقط رای را خود استعمال کردیم ما در اینجا که وقت مشاهده کردم به طرف صندوق رای رفتم مردم قسم سابق واره نبود چرا؟ چند موضوع رو میتونیم پیش کنیم یک بحث امنیت بود دو بحث که مردم چی وظیفیشان بود میکردن سه بحث کمیسیون در بحث امنیت جا داره که تشکری از نیرای وفادار امنیتی خود کنیم و در رسانه شما و بسا جای ما میگیریم که تصمیم بگیریم ما هر کار کردن میتونیم همین بله بود این نمونهش بود ما دایم میگفتیم که چون اراده نیست در تصمیم نیست اگر اراده قوی و تصمیم بگیرن ایش خیال و محال نیست ما میتونیم که افغانستان تامین امنیت کنیم و حکومت قیوم مرکزی داشته باشیم این نتیجهش امروز مثال بر شما که دائم ما میگفتیم تصمیم بود اراده بود نیروهای امنیتی دیدن که چه خوب انتخابات تا آخرین لحظه با وجود تهدید جدی با وجود که لحظه به لحظه مخالفین اینا تهدید میکردن اما شما دیدین که بسیار یک انتخابات تیر شد که از لحاظ تامین امنیتی تشکری از نیرای اردوی عزیز، پلیس عزیز و امنیت عزیز و از تمام نیرای کشوری استخباراتی باید تشکری کنیم که یک کار نشده که بسیار که چی بزرگ را داشته باشه این یک نقطه در بحث امنیت بود بزاسه ها انفجار بود در ولایت کابل، قندار، پروان، میمنه، فاریاب، سرپل خب بازم خواهم و کمت میشه کارا بحث دومش که مربوط میگرده به مردم عزیز مشخصا در بحث امنیت انتخابات اگر با جزئیات بیشتر بحث داشته باشین واقعا چی انگیزه باعث شد که نیروهای امنیتی حتی به گونه تامین امنیت کنند روز, روز انتخابات را که حالا در روال یا در روزهای عادی ما حملات مثلا وضعیت امنیتی بدتر از روز انتخابات داشتیم اما در روز انتخابات یک دم وضعیت تغییر کرد و آنقدر یعنی امنیت انتخابات خوب بود که حالا در روزهای عادی چه امنیت را داشته هر زمان که ما تصمیم بگیریم و ارادی قوی بگیریم اما که میگن تصمیم ده برای لملای شرط تصمیم شرط اول من فقط است شما باور بکنید بشه اگر ما افغانا در ارادی اراده قوی کنیم در امنیت تامین اراده قوی کنیم در تحکیم و آکیمت قانون اراده قوی کنیم هیچ مشکلی نیست غیر از این بس اوقات تیر شده جشنای ما شما بوده مسئله برنامه به روزای ملی ما بوده مسئله امی انتخابات بوده چون تصمیم گرفتن نیروی امنیتی ما مه. که ما تامین امنیت میکنیم ما تعهد به ملت سپردن در تعهد خود وفادار بودن تصمیمشان خلل ناپذیر بود اونا وقتی که اراده قوی گرفتن شما دیدین که شما حتما شاید هستین که یک نوع جنگ روانی را هم طالبان ایجاد کرده بودند گفته بودند نیروهای امنیتی کسایی که تامین امنیت میکنند انتخابات را کسایی که اشتراک میکنند در بله. این انتخابات ما اونا را هدف قرار میتیم هیچ حد و مرزی قائل نشده بودند میان مردم عادی و نیروهای امنیتی با این صورت کار نیروهای امنیتی و مردم افغانستان چی پاس را به طالبان را کرد بله با او سر صدایی که مخالفین داشتن یا طالبان میگفتن که کسی نمیتونه به طرف بره دم سیز را ما مانه فجارات میشه تارات میشه انداخت های راکت میشه شما دیدین که وقت ما تصمیم اراده قوی گرفتیم نیروی قوی جواب دندان شکن داد که اگر ما تصمیم بگیریم به ما میتونیم موفق باشیم و ایران برتان میگیم که در بسا نقاط کابل یا ولایت که انفجارات از مینای چسبکی یا مینای آوازدار شده شما باور کنید کار مخالفی نامی نبره. فقط یک تعداد کسانی که میخواستن به به بطل... ب... 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 تقلب و تخلف سهر نو امن بسازن و صندوق را پر کنن شما باور کنید که نای اف نای 12 نای 4 این سایه که انفجار شده ما به تن هزار فیصد میگم که دیسا کسانی بوده که میخواست از تقلب پیروزی خود بده جور تلفات اینجا نداشت فقط بمبای مقناطیسی بوده فقط آواز اونها داشتن سهر نو امن میساختن میخواستن که پر اما شهامت ملت غیور ما رو ما دیریم. باور به خدا قربانی دادن ده دقیقه بعد پس از باز مردم به طرف صندوق رای میرفتن از بیرون هم این به ای یک مشت کوبنده یک جواب دندان شکن بود و این نیروی امنیتی ثابت ساختن که ما اگر از بالا واقعا در امور کاری ما مداخله نشه از بالا واقعا نمت کمان نمیتن حمایت ما را کنن ما میتونیم که تامین امنیت کنیم امیدوار ازیستم که این نیروه امنیتی وفادار ما را در آیندان بگذاریم که امتو که امروز تصمیم گرفتن راب. نتیجه شما گرفتیم که دستاورد بسیار قوی و بزرگ بود که تلفات ما بی کم انفجارات از اقل نشد اونجا او چیزی که مردم فکر میکرد از اقل بسیار چرا تا ساهای های ده و یازده حضور مردم کم رنگ بود اما بعد از او چون دیدن که هیچ مشکل نیست آیسته آیسته مردم حضور زیادتر در اوزار شد این بخش هم ما بود تشکر میکنم آقای شمی. بعد دیگر بخش ها بعدا میپردازیم آقای مختاری با شما رفته بودین کارز... یعنی با توجه به تهدیدهایی که وجود داشت حضور مردم چگونه بود واقعا چی پاسخ داشتن به مخالفین انتخابات مردم افغانستان با توجه به اشتراکی که با وجود تهدیدهای جدی داشتن یعنی چی پاسخ را دادن و چی پیام رساندن به مخالفین به جامعه جهانی و چی میراثی را به جا گذاشتن بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین اینه خیر و ناصر و معین با عرض ادب و احترام و سلام خدمت جناب عالی و همکاران گرامی شما مهمان عزیز و ارجمند و بینندگان تلویزیون جهانی نور و همینطور عرض تبریک به مناسبت جشن ملی انتخابات در کشور و طبق معمول عرض تسلیت به مناسبت حوادیسی که اتفاق افتاد و تعداد از هموطنان ما در یک چنین روزی که باید جشن داشته باشه سرور و شادی داشته باشه برای تغییر برای تحول در جامعه و کشور با خاک و خونشان کشیده شد با توجه به سوالی که شما اشاره فرمودید همونطوری که همکار گرامی ما هم اشاره فرمودند چند نکته در اینجا قابل تأمل و تعمق هست نکته اول این که هر انتخابات در حقیقت بیانگری تباروز اراده یک ملت و جامعه و مردم در ارتباط با سرنوشتشان هست و مردم افغانستان که در میانی خون و آتش دست و پا میزنه علا تهدیدها و مشکلات ای که داشته از این اصل تخطی نکردن و اراده خودشان را تمثیل کردن مردم افغانستان مردم مجاهد هست مردمی است که در برابر ابرقدرت ها و متجاوزین استاده لذا از مرگ نمی حراسن علا رقمی که اشاره شد دشمن تحلیل, تحلیل دیگه داشته باشه آقای مختاری چرا طالبان میخواستند که مردم اشتراک نکنند در انتخابات با توجه به اینکه در پهلوی طالبان طیف از یعنی فیگورهای سیاسی در داخل افغانستان بودند که مخالف برگزاری انتخابات بودند اینا دلیلی یا توجیهی که داشتن نزد خود برای عدم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری چی بود؟ خب طبیعی است که متاسفانه قبل از اینکه ما به سمت انتخابات بریم همزمان و به موازات بحث انتخابات بحث صلح هم پیش برده میشد در اینجا مردم ما هم دچار یک تردید و تشکیک شده بودند که بالاخره معلوم نیست که سرانجام به کجا خواهد کشیده خواهد شد که آیا انتخابات برگزار میشه یا نمیشه یا صلح پیش برده میشه علا رقم این که هم جمعی و تیفی از سیاسیونی کشور در این پروسه تلاش میکردن که انتخابات به تعویق انداخته شود و بحث پروسه صلح پیش برده شود و همینطور طالبان هم روی مسئله تاکید داشتن و تهدید هم داشتن و خارجی ها هم برقی از قدرت های جهانی مانند آمریکایی ها و پروسه صلح تا لحظات آخر هم پیش بردن همه اینها ذهنیت های خاصی را به وجود آورده بود که انتخابات دایر نمیشه دلایل مختلفی داشت اولا که چون بحث سل پیش برده میشد و بحث های سل به ب... سرانجامی در حال نزدیک شدن بود و فیصله هایی در حال نزدیک شدن بود و در این حال بخشی بخش های عظیمی از خاک افغانستان در اختیار مخالفان بود ای هم یک مقدار مسئله انتخابات را کمرنگتر می کرد یعنی انتخابات به صورت یک انتخابات جامعی ملی زیر سوال رفته بود و در این حال تهدیدهایی که وجود داشت و اختلافات درونی که در درون نظام بود در در و نظام با سیاسیان بود مجموعی اینها پروسه انتخابات را شدیداً تهدید میکرد اما با همه این وجود بعد از آنی که خود طبیعی است که طالبان چون میخواستن پروسه صلح به سرانجام برساند طالبان میخواستن که با آمریکایی ها به صلح برسه بعد از او بالاخره با عنوان قدرت اصلی و قدرت مهوری بتوان مذاکرات خودشان را از یک موزی قدرت با دولت افغانستان شروع بکنه اما اگر انتخابات دایر شود و یک حکومتی مشروعی قانونی برخواسته از آرای ملت و مردم سری کار بیاید طبیعی است که این دولت و این حکومت و این نظام از موزی قدرت با طالب صحبت خواهد کرد و این مشروعیت جهانی را پیدا خواهد کرد چون در حکومت وحدت ملی اواخر حکومت وحدت ملی بسی طالبان با واقعیت مبدل شد خب نه اونا خود طبعا با آرزوی خودشان نرس می این نکته تکمیل بکنم که با توجه به این که مذاکراتی که طالبا با خارجی ها داشتن با آمریکایی ها داشتن طالبان اینجا مشروعیت خودشان در حال در, حال در حال کسب مشروعیت بودند اینها خودشان را از رسی سیاه حذف کردند و اینها تقریبا مشروعیت امارت اسلامی را داشتن تحمیل میکردن به طرف های مقابل خودشان و طرف های مقابل هم شاید بالاخره در این عرصه به یک تفاهمات نزدیک شده بودند اما خب دلایل خاصی باعث شد که او پروسه به سرانجام نرسید به هر حال نقشه طالب ها نقشه بر شد و این خطری بود که از بیخ و گوش ملت ما عبور کرد چون اگر با او شرایط دولت افغانستان با با فشار جهانی که وجود داشت و ضعفی که در حکومت وحدت ملی بود اگر این مذاکرات صورت می گرفت طبیعی بود که برگ برنده در اختیار طالبا بود و طبعا ممکن بود که اونها امارت خودشان را تحمیل بکنه کما که بر سر زبان ها بود اصلی آقای مختاری با توجه به همون پیشبینی که طالبان داشتن چشماندازی که داشتن حال امون وضعیت برعکس شد انتخابات برگزار شد تامین امنیت شد انتخابات هرچند که مردم کم رنگ حضور داشتن در انتخابات خب یک انتخابات صورت گرفت در سر تا سر افغانستان اگر کمتر هم مردم اشتراک کردند بالاخره انتخابات صورت گرفت حالا یعنی برای طالبان چی پیام دادن مردم افغانستان با اشتراکشان در انتخابات و با برگزاری انتخابات کدام منافع طالبان به خطر افتی؟ طبیعی است که اولین پیام ملت افغانستان برای طالبان نه گفتن به نظام است استبدادی اماراتی است که طالبان در گذشته داشتن و مردم ما تجربه تلخی از او حکومت و نظام داشتن و لبه گفتن به جمهوریت و نظامی برخواسته از آرای مردم بود و بالاخره و همینطور به طالبا فهماندن که ما از دستاوردهای های 18 ساله دوره دموکراسی با خون خود حمایت میکنیم این دستاوردها به راحتی به دست نیامده, نیامده. قانون اساسی داریم نظام دموکراتیک داریم انتخابات داریم آزادی بیان داریم آزادی حقوق شهروندی داریم آزادی حقوق زن داریم و خیلی حقوق هایی که در گذشته پایمال بود امروز لاقل ادعا میشه فریاد بلند میشه فریاد ها به گلو خفه نمیشه بیان میشه ابراز میشه و به صورت نسبی در بعضی از عرصه ها پیشرفت های صورت گرفته و این روند ادامه داره طبعا نظام اماراتی نظام مورد قبول مردم افغانستان نیست نظام به اصطلاح قهقراس و نظام استبدادی است نظامی است که مردم افغانستان به صد سال به عقب میکشانه از لحاظ سیاسی و از لحاظ فرهنگی و نظامی متحجر ای که بالاخره مردم به با اون نه گفتن با حضورشان در پای صندوقهای های رای علا رقم که وجود داشت حتی امروز در یک گزارش دیدیم یکی از عزیزانی که در دور قبل انگشتش به خاطر رأی دادن بریده شده بود امروز رفت پای صندوق های رای با همون انگشت بریده باز انگشت خود را رنگ کرد و بالاخره به کاندید مورد نظر خود رأی داد و به طالبان نه گفت و به فرهنگ و به اندیشه و به سیاست طالبان نه گفت بنابراین مردم افغانستان مردم خوبی است مردم با فرهنگ و با فهم است علارغم مشکلاتی که داره علا رقم این که متاسفانه کمبوت ها و نارسه ها هم به لحاظ فرهنگی هم به لحاظ عدالت اجتماعی هم به لحاظ عدالت سیاسی وجود داشته ولی در طول این مدت الحمدلله ملت افغانستان به یک سطحی از آگاهی و فکر و اندیشه رسیدند که تصمیم بگیرند تا خودشان سرنوشت خودشان را رقم بزنند و بهترین میدان و بهترین فضا برای ترسیم و ترسیمی اراده ملت هم انتخابات هاست که انتخابات پارلمانی باشه شورای ولایتی باشه و علل خصوص انتخابات ریاست جمهوری سپاسگزارم آقای مختاری آقای اشمی بعد از تهدید طالبان و ترس و حراس حالا میتونیم بگیم که همین کمرنگی اشتراک مردم یا اشتراک عدم اشتراک گسترده مردم در انتخابات پیش در انتخابات البته امروز Uh, یعنی دلیلش همین تهدید طالبان هست یا مسائل دیگر هم در بر داره نه این چند علت و چند عامل داره یکی از او علت از او میتونه تهدیدی که مخالفین کرده باشن او باشه ناامن صحرا بسازن بخش دومش عدم انگیزه و کمپاین بسیار قوی انگیزه اساسی به مردم عزیز ما دادن نشده بودن به می خاطر کمپاین هم سطح کابل شده این انگیزه را کی باید می این انگیزه را هم مسئولیتش کمیسیون مستقل انتخابات داشت هم کسایی که نامزاد بودن در ریاست جمهوری اونا باید این انگیزه را داده می کنند نقطه سی می بگیم که تقلب انتخ... و تخلف که در انتخابات پارلمانی یک سال قبل تیر شد دست شما دیدین که اونجا سرنوشت ملت فرهنگ سرنوشت در اونجا آرای پاک مردم رقم نزد بلکه دلار و زور رقم زد پس به می خاطر مردم این انگیزه برش بود که اگر ما واز برم در اونجا با وجود که کمی شرای قبلی مونو رو خروج شدن قانون سرش تطبیق شد پنج پنج سال افسان اما می گفتن اعتبار نیست این که ضعیف است اگر ما بریم سرنوشت رای ما رقم نمیزنه پس به چی خاطر از خانه خود برم چرا تهدیدم قبول کنم چرا کلکم بریده شد چرا سالم بریده شد ما اگر برم با سرنوشت دلار رقم میزنه وقتی که دلار رقم میزنه یا زور یا تقلب یا تخرب پس به این خاطر میرم یوم یک انگیزی بود نقطه دیگهش پروسه سال صد درصد تاثیرات داشت اینجا اونا تعداد سیاسیون ما یک شب پیش هم نشسته بودن اونا میفتن سل ضرورت است انتخابات باید به طریق مفتح پس همچنان پروسی سال ما را امیدوار به طرف سل ساخته بود انتخابات میفتیم به تخیل برد او طرف بریم مردم آماده نبودن که به طرف صدق قلای برن زگه عدم موجودیت استیکر بسا جای ما استیکر نداشتن شما ببینن. ولسوالی که نو تازه آزاد شدن بدخشان اگر دو جو یمگان و چون سه یا چهار سال اونا پیش مخالفین بودن اونا استیکر نداشتن مردم محروم بودن یام یک علتش میتونن و ماجرین و عودت کنندگان کسان جایی که قندوز و بغلان و دیگه ولایت هایی که جنگ بودن اونا هجرت کردن جای دیگه بودن چون استیکر نداشتن اینا نمیدونن که از رخ دفاع کنن پس به این خاطر ای پنج عامل علت اساسی این بوده که انتخابات ما نظر به او در بسیار کم رنگ باشه کدام <متصفيق> عاملش قویتر و بزرگتر است خب قویتر و بزرگتر شکر بگیم که اول بحث امنیتی بخی 100 درصد بود چون شما دیدین که ما خودم در سایت ها محل انگشتم ما استرات نبودیم با وجود که رأی خود استعمال نه. کردم بعد از او به هر سایت به هر اوزه گشتم می رفتم می اما تا سایت های ده و بسیار کم رنگ بود بعد از ساعت یازده و دوازده بجه است مردم دیدن که انفجار لیست، انتحار لیست، نیست انتحار نیست تهدید امنیتی نیست نیروهای امنیتی سه چهار کمر بند انداخته بودن هر محل که بود بسیار کمیسیون هم کسانشان بود اونجا که میرفتن در ظرف دو دقیقه یا سه دقیقه بیخی یک نفر بیتون سرای خاطر در حالی که دو انتخابات شما دیدید که یک نفر در 25 دقیقه اجرا نام خدا پیدا نمیتونست اما دهی بسیار تستر میداشت با اود چالش های کمیسیون بود باز میخواد این سر روزو بس کردیم اما علت هم ام دو و اساسیش تعدید امنیت بود و پروسه ها که سال تحت فشار بود به می خاطر عضور مردم بسیار کم رنگ بود و زیاترش اگه تاکید کنیم فقط انتخابات پارلمانی که گذشت یک قدر دل سرد مردم ساخته بود شما بار کن ما خودم به فامیلا میگشتیم که شما بریم به طرف صدق رای فامیلا میگفتن که خودت یعنی نامزد وکیل بودی ما که رای اون بردی چون سرنوشت رای ما رقم نزد دلار زد من نمیرم باز برشون میگفتیم که این بار تا او بار تفاوت داره شما باید برین اشتراک کنین یا که چون یک سال قبل تیر شده بود ام اعتماد خود کمیسیون باخته بود با وجود که تغییرات آمده بود باختن اعتماد در بین ملت به کمیسیون ها سبب به شده بود که حضور مردم بسیار کم باشه و بخش ملت فرهنگ پا بود در انتخابات چشم دیدتان را اگر بیاین هر زمان صادقانه اخلاصمندانه صحبت کنیم بسیار تفاوت داشت یعنی این انتخابات با انتخابات و پارلمانی زمین آسمان تفاوت داشت دو شما دیدین که تا 11 و 12 اکثر محلات باز نشد دو شما دیدین که قندار یک هفته بعد انتخابات شد عین مشکلی که در کابل بود اما یک هفته هم در بود. اما نریجا شما میرفتین شک نیست که نام در تعداد کسانی که در لیست رای دهندگان بودن نامشون در کامپیوتر نبود اونجا این مشکل بود نقطه دومی از الف تا سین بود خب بسیار کم مراکز اکثر مراکز این مشکل نداشت اما این مشکلات بود به اندازه که در انتخابات پارلمانی بودن تقریبا ما برتون میگم که 80 فیصد تفاوت تو دا انتخابات داشت 80 فیصد تفاوت تو دا او داشت با وجود که اینجا نام ما خودم در محل حاضر بودم کسان آمدن اونا که آمدن در لست رای نامش بود با. اما وقت کامپیوتر در میرفتن د او نامشون نبود نام کسی دیگه بود اونجا یک و نام از الف تا سین ده مکتب نسوان سراسیم از الف تا سین اصلا موجود ده اونجا نبود نقطه دوم سومش اوارز ماشین بایومتریک ده بس و نقاط داشتن اما در کم جای ها عموم باشه او دفعه فوق تقریبا 80 فیصد فکر کسی 80 نه که 90 فیصد دفتان میگم اما این شاید 20 فیصد سی فیصد ناقص بوده باشه اما به که ده بود او قدر نبودن نقید از همی موجود کمیسیون شکایات در مکتب نسوان سراسی هم در دور جای دیگه که رفتیم آخود ما که شکایت باید دست کردیم دیدیم که مسئولین در اونجا نبودن مسئولین کمیسیون شکایت در اونجا بله کمیسیون شکایت نبودن در اونجا فقط و تعداد کسان کسی کر نزده بودن تعداد زیاد مهاجرین هم بودن او در هم بودن کسانی که منطقیش نو آزاد شدن اینا هم از اقرای محروم ماندن اما به او پیماندی که به او که دو انتخابات تقلب و تخلف بود کم بود ظرفیت و ارتقای ظرفیت بسیار کم بود, ده ای بود. سپاس گذارم آقای عشمی آقای مختاری همین پرسش رمه میخوایم از شما داشته باشم در این انتخابات کمیسیون مستقل انتخابات بیشتر از نو میلیون ثبت نام کننده یا کسان واجد شرایط رایدهی داشت در کل اینا باید اشتراک میکردن همیشان اما آماره های غیر رسمی نشان می که تقریبا ده میلیون نفر نزدیک به ده میلیون نفر در این انتخابات اشتراک کرده مم. یعنی اگر شما با, با, با مقایسه بگیرین این حضور مردم را با انتخابات پارلمانی یعنی از اون کده هم کمتر بوده مم. یعنی مشروعیتی که حالا به این انتخابات به نتیجه این انتخابات حضور مردم میبخشه چگونه از با توجه به همین عدم اشتراک گسترده ای یک تاکید ما هم داشته باشیم به ای که با کمال تاسف هم به دلیل مسائل امنیتی هم به دلیل شبهاتی که ایجاد شد در ارتباط با پروسه صلح مردم بیشتر به مسئله صلح انگیزه پیدا کردن آمادگی صلح نداشتند و همینطوری برخ عوامل دیگه ای که جناب آقای هاشمی اشاره فرمودن یک مقدار ما سایت ها را خلوت می دیدیم و می بینیم نکته ای که شما اشاره کرد نکته بسیار حیاتی و حساسه یعنی باید انتخابات لاعقل طوری که در دور اول اگر بخواه یک کاندید برنده باشه باید پنجاب علاقه یک را پره بکنه و این به لحاظ آمار هم همین طور هست یعنی اگر ما فرض کن 9 میلیون یا 10 میلیون واجد شرایط داریم از این 10 میلیون لا اقل 5 میلیون و یک نفر باید واجد و شرایط حضور داشته باشه و شرکت کرده باشه تا بالاخره اون مشروعیت لازم را فراهم بکنه و ما بگیم که به این باور برسیم که این کاندید یا این شخص منتخب یا تیکت منتخب منتخب مردم و برآمده از آراء ملت و مردم هست لذا ما این مشکل را داریم یقینا که این آمار من فکر نک... ای آمار دو تا خطر رو میتونه داشته باشه خطر اول این که اگر به این آمار نرسه یعنی به این نصف به علاوه اگر نرسه خطر مشروعیت در اینجا کاملا محسوس هست و یک نکته دیگه از اینه که خیلی ها احساس خطر میکنه که این آمار یک آمار جعلی باشه چون در همون زمانی که ثبت نام ها انجام گرفت و از آدرس دولت برخ... از آدرس کمیسیون ها اعلان شد که حدود 9 میلیون یا 9 میلیون خورده یا در حدود 9 میلیون اشخاص ثبت نام کرده خیلی ها باور نداشتند خیلی از مراکز دیگه یا آدرس های دیگه این آمار را زیر سوال برده بودند که شاید در حدود 4 میلیون یا 5 میلیون یا حد اکثر 6 میلیون ممکنه ما ثبت نام داشته باشیم یعنی حدود 3 میلیون دیگه آمار خیالی ممکنه بوده باشه و این آمار خیالی ممکنه در جای دیگه از او استفاده سو صورت بگیره و باز کشور رو به چالش ببره و این انتخابات رو کلا زیر سوال ببره بنابراین با همه این وجود یک نکته باز قابل تعمل هست که ما در یک شرایط خاصی تاریخی قرار داریم ما اگر واقعا یک انتخاباتی با تمام اجزا و شرایطش داشته باشیم باید ما امنیتی سراسری داشته باشیم فعلا نصف خاک کشور ما در اختیار اشغالگرها هستند در اختیار مخالفین هست و گرچه اونا ادعای بیشتر هم داره و لا اقل نصف خاک کشور در اختیار مخالفین هست و تعداد کثیر مردم ما در اینجا هستند که واجد شرایطن ولی رأی داده نمیتوانند بنابراین ما در یک شرایط جنگی قرار داریم کشور در, در, حال جنگ است شهر کابل آقای مختاری کمرنگ رنگ بود حضور مردم طبیعی است که خود شهر کابل که پایتخت افغانستان تبدیل شد به یک دژ نظامی به یک منطقه جنگی یک منطقه نظامی به هر سرک به هر کوچه که میریم میبینیم سنگر هست اطراف هر وزارتخانه هر اداره هر ریاست اطراف خانه یک رئیس وزیر یا هر مسئول یا وکیل به اصطلاح تبدیل شده به یک سنگر سنگر نظامی یعنی کلا وضعیت افغانستان وضعیت عادی و نرمال نیست که ما بیایم محاسبه نرمال بکنیم که باید همه چیز مطابق معیارهای جهانی و بین المللی به پیش برده شود ما شرایط ما شرایط ویژه و شرایط خاص و شرایط جنگی و شرایط نظامیه در شرایط جنگی حتی نماز ما بالاخره فرق میکنن نماز, نماز خوف باید بخوانیم طبیعیه که اگر ما در شرایط عادی نماز ظهر خود باید بخوانیم با 4 یا هشت رکعت مثلا بخوانیم با مستحبات مثلا چهار رکعت باید بخوانیم ولی در شرایط جنگی در شرایط خوب باید دو رکعت بخوانیم مثل نمازی که در مسافرت قصر میشه در عرصه سیاسی و اجتماعی هم مسئله از همین قراره بله اگر شرایط ما شرایط نرمال بوده باشه امنیت سراسری تأمین باشه جنگ نباشه بالاخره تهدیدی وجود نداشته باشه بلی طبیعی که باید اگر ما نو میلیون واجد شرایط داریم خب تبعیض باید 9 میلیون لاقل 8 میلیونش باید حضور داشته باشه پای صندوق های رای تا این نظام مشروعیت خودش را داشته باشه در غیر این صورت مشروعیت نظام زیر سوال میره بالاخره باید در یک کشوری که سی میلیون جمعیت داره یا سی و پنج میلیون جمعیت تقریبی داره ما بیایم مثلا رئیس جمهور ما منتخب دو میلیون آدم بوده باشه اگر ما سی میلیون در یعنی 28 میلیون دیگه اینجا از رأی خودشان از حق خودشان محرومه طبیعی است که این نظام نظام مشروع نیستی که نظام قانونی نخواهد بود اما خود طبیعی است که ما چون در یک شرایط غیر نرمال هستیم و طبیعی است دنیا ایره میفهمه مردم ما ایره درک میکنه با همه این وجود انتظار میرفت که مردم در این حال حضورشان پررنگتر بوده باشه ولی با کمال تعصب در بعض جایی که ما تماس گرفتیم یا گزارش هایی که از طریق رسانه ها داده میشه اکثری سایت ها خلوت بود و این خلوت بودنش خب میتونه دلایل مختلفی داشته باشه یک بخشش تهدیده درست تهدید وجود داشته ولی بخش عمده بخش عمده ناامیدی مردم از این نظام مردم واقعا از نظام هایی که تا حالا پشت سر گذاشتن نظام های منتخبشان نظام های شاهنشاهی که جای خود داره از نظام های منتخب و دموکراتیکشان چیزی خیری آنچنانی نصیب مردم ما نشد اون چیزی که وعده داده شده بود به وعده ها عمل نشد مردم ما دوچار چالش های عدیده شد بله اقتصادی بله فرهنگی بله سیاسی اختلافات قومی اختلافات حزبی اختلافات منطقی هزاران رقم و مدل تعصبات دامن زده شد و بالاخره مردم ما رو به جان هم انداختن و امروز ما در, در بین خانه های خود امنیت نداریم بالاخره عدالت اجتماعی و, و, و عدالت سیاسی ساره. در ادارات مراقب میشه آقای آشمی تقلب نگرانی بود که حالا نزد تمام یا تقریبا بیشتری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری مطرح بود با عنوان یک نگرانی برجسته مطرح می شد همزمان یا موازی با امی تهدید طالبان این امنیت تقلب را هر دو بعضی نامزدان می گفتن دشمن انتخابات هستند حالا دبیر کل سازمان ملل متحد هم گفته بود که جای برای تقلب در انتخابات نیست در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و اونا گفته بودن که باید تقلب صورت نگیره اما از نظر شما با توجه به تجربه ای که در انتخابات ها دارین یعنی این بار به با چی پیمانه, پا 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 پیمانه تقلب صورت گرفته است؟ خب من این ارتباط قبل از وقت است که جواب بگیم چون تقلب در سه وقت میشه قبل از انتخابات جریان انتخابات بعد از انتخابات ب... قبل از انتخابات شک نیست که بود تقریبا از 150 هزار بالاتر های جهلی بود استیکر زده بودن آرا اثبات میشه پس کمیسیون شکایت که این تذکرهای جهلی که بود ده مراکز استعمال شده یا نشده استفاده شده نشده اونجا اونجا باز میتونیم که ما در اونجا قضاوت کنیم که هست یا نه نقطه دومی که امروز بعد از ساعت پنج بده شمالش آرا شروع شد آیا ده اینجا ده اون نقطه‌ای که شام میشه امی لحظام جریان داره قسم دفعه قبلی پارلمان واره آیا او صندوق های رئیس جمهوری قبل نواده واره آیا صندوق دک میشه یا نمیشه من نظر شما میشه؟ ببینیم یعنی قبل از وقت هیچ قضاوت نمیتونه اما بحث آمدیم که سر کم تجربه هست پیش شما نظر شما ما فکر میکنیم نمیشه. خواه تلاش داشتن که با انفجارهای سطحی به سطح ولایت کابل که سهر ناامن بسازن و پر کنن اونجا بعض نقاط شده که برای شما شاید فلم های برسه. یک نقطه اما بعد از اینکه در جریان شب صندوق ها چی رقم پر میشه یا در مکتفا میکنن یا برگای رایدی که ما در اونا را تکمار میکنن مندازن او بعدا ثابت میشه فعلا اما میکانیزمی طب... نیست که تفکیک بکنن از از صد در صد اینه هر زمان در م... انتخابات پارلمان هم بود که موی از خمیر جدا میکرد تفکیکش بسیار ساده و بسید بود رای بادمیتیک از غیر بادمیتیک جدا میشد اما در اونجا نخواستن کنن چون در اونجا از مسائل شخصی یعنی نفع شخصی از اونها بر نفع ملی ترجیح دادن پول گرفتن که به او شرمندگی که امروز اونها رفتند به با, با پای ملی زندان تیر میکنن اما اینا چون ای کمیشنرا اونا را یک سال نمیگذره کونا در بلای زندان هستند پس اینا تجربه از اونا را دیگه که تاریخ میگه واقعات زمان گذشته عبرت برای برنامه برنده اینا باید تاریخ از را بخونه عبرت از او بگیره برنامه برنده که انتخابات شفافا پیش برن بعد از این دیتابیس که میرسن اصلا نقطه تقلب و تخلف در اونجا میتونن که وقت آرای پاک مکمل در اونجا جمع شه بازی را به با سیستم میرسن سبت دیتابیس میشن در اونجا دور دوره دو ساعت جور کردن دو سر دو جور کردن ببینیم که در اینجا کمیسون چی تصمیم میگیره فیصله میگیره اگر اینجا واقعا ایمان و وجدان خدا در نظر بگیرن منافع افغانستان را در نظر بگیرن خب ان ما شما به طرف بریم و اگر نه که تاثیرات حکومت باشه تاثیرات زورمندان باشه مسئله پول دلار نمیشه تعیین کنه باز ما میتونیم که بگیم یک انتخابات پر از و تخلف بود اما وقت داریم دیگه اینجا بعد از این میتونیم قضاوت خود آقای شمی چی تفاوت نسبت به کمیسیون گذشته و کمیسیون حال وجود داره این تفاوت آشکارا وجود داره بین این دو کمیسیون با به ظرفیت ها و بلکون. و یعنی تفاوتی که اون انتخابات با این انتخابات ببنیم. داره بس. ام انتخابات ما نقاط مثبت داره ام نقاط منفی داره نقاط منفی میتونیم بگیم که حضور کم رنگ مردم که نو اشاره شش میلون نفر که ثبت نام کرده بودن شاید دو الا دونی میلیون مردم اشتراک نکرده باشن این نقطه ضعف است باید ما بپذیریم خو این ضعف به کی برمیگرده باید اونو انگیزه داده بودن و نامزدها انگیزه نده بودن و مردم اشتراک نکردن مسئولیت به دوشه مردم حکومت جمع کمیسیون است چون انگیزه باید ببرد و تدید های امنیتی بودن نقطه مثبتش که این قسم که او دوره محلات تا ساعت 9 و و 11 باز نشد این دوره تا نبود او دوره دور ده که بسته مکمل لسته از سایت ای به بی رفته بود از یک ولایت به ولایت دیگه از ولسوالی به ولسوالی دیگه, دیگه نه نبوده اینجا این چیزا کم گرفت اما چیزای اندک که مشکل دو بود فقط نام از الف تا در بعض محلات نبود تعدید امنتی در بعض محلات را سین دادن تقلبی که باید این دکنند و تفاوتش ده ای که ای بار ماشین های بایومتریک کمکار بودن در کم اما مجموعا او دفعه بسط مجموعی چیز بود اینه من میتونم که تقریبا یک بحث کلانتر آقای این چی تفاوتی داره انتخابات پارلمانی تا انتخابات ریاست جمهوری؟ خب به با او باز هم بردم که نقاط ضعف شون برتون اشاره کردیم نقاط قوت شون اشاره کردم اما شفافیت دی بود که ام عکس بود اکثرت ماشین بایومتریک فعال بود لست نام اکثریت رامندگان ده اوجه بودن این نقاط قویش است که میشون کمی میرفتی مجرده که نامت کدام حروف است برات پیدا میکرد می‌رفتی، میرفتی 60 مکمل 60 تو نامت در خود ماشین بایومتریک هم اپراورد با وجود که لست بود در خود ماشین بایومتریک هم نامه میکنید. وقتی که نامه میکشید تو میتونستی باز عکس میگرفت میتونید این ام شست راست ام شست چپ. اما دو که میرفتی ماشین بایومتریک ظرفیت آن قدر ضعیف بود که آن آف حضوریات نداشتن دیان بود بعض افقاد ظرفیت خدا بس همه حالات کم اما مجموعا تفاوت از این انتخابات تا او بود تا ال حاله که پیش میریم بعد از اینکه چطور میتونن جمعوری دیتا کنن او باز تعلق میگیره که قضاوت میتونیم کنیم که تقلب گسترده شده یا جلو تقلب ای که بسیار زیاد تشکر آقای مختاری نزد شما یعنی باور شما چی است که حالا اگر تقلب صورت گرفته باشه تقلب گسترده و اینکه حالا صورت گرفته مثلا جزئیاتی که برای شما رسیده چی است و اینکه این تقلب پذیرفتنی خواهد بود برای طرف هایی که برای گروه بندی هایی که صورت گرفته با توجه به حساسیتی که مردم افغانستان با تقلب دارند یعنی شما چی را پیش بینی هستید از نتیجه انتخابات پیشی رو ما امیدوار هستیم که کار با اونجا کشیده نشه که یک بار دیگه کشور به یک بحران عمیق فرو بره چون شرایط خیلی حساسه جمع کردن این بحران بعد نه کار جانکاری است نه کار آقای پومپی او چون شرایطی الان با شرایط دوره قبل خیلی فرق چه تفاوت داره این تفاوت هم وضعیت امنیتی حاد شده هم دسته ها و گروه ها و بالاخره تیف های کلانی در کشور با ایده های خاص پا به میدان گذاشته و هم بلوک های جهانی یا به قدرت های جهانی به بلوک های مختلف تقسیم شده و هر کدام اونها تأثیرات و نقش خودشان در افغانستان داره و طبعا میتونه که افغانستان به یک بحران بزرگ بیکشانه با کمال تاسف ولی با همه این ما امیدواریم که کار به اونجا کشیده نشه ولی طبیعی است که تقلب یک امر کاملا مسلم هست البته تقلب نه تنها در افغانستان که در هر انتخابات ممکنه تقلب صورت بگیره حتی در کشورهای پیشرفته ولی خود طبعا میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است تقلبی که در اینجا صورت میگیره طبعا خوب خیلی فرق میکنه تا همین لحظه که ما بررسی می کردیم تیمی داشتیم و بالاخره کمیته ای که در این عرصه موظف بود و اطلاعاتی که از ولایات می گرفتیم و همینطور از سطح شهری کابل ما نشانه های تقلب را کاملا می بینیم و مشاهده می کنیم همونطوری که اشاره شد به بعضی از موارد جناب آقای هاشمی صاحب هم اشاره کردن بعضی جاها در بعضی محلات اسامی نبود مثلا اسامی یا عوض شده بود بالاخره شماره همون شماره ولی اسم یک اسم دیگه و همونطوری برگه, برگه های بود بله برگه ها هست و خدمت شما هر شود همونطوری که شاید از طریق رسانه ها هم پخش شد خود شما هم پخش کرده باشید که در غربی کابل در برچی خب جنگجال کلانی شد و جمعی کسیری با تذکره های استیکر در امون محلات خودشان اینا گفتن اگر چنانچه وضعیت روشن نشه و اسامی ما مشخص نشه ما همینجا ثبت نام کرده بودیم فعلا اینجا نام ما نیست یک جمع قفی و کلانی هم بودن که ما اصلا نمیگذاریم این صندوق ها از اینجا برداشته بشه پس ما تقلب را به انواع مختلفش داریم یکی نام ساختنی ساحه که بعد فرصت پیدا بکنه صندوق ها رو بعضی گزارش هایی که در فضاهای مجازی هم پخش شده مبنی بری که صندوق ها در بعض جا پر شده آماده است در بعض جا اصلا رایگیری نشده صندوق پر شده آماده شده ولی زا نگرانی ما بیشتر برداشت شخص خودمه نگرانی ما بیشتر از همون آمار ثبت نام قبلی است که آمار به 9 میلیون رسانده 9 میلیون خورده ثبت نام بالاخره ممکن از این آمار در یک جاهای استفاده شود حالا در از طریق دستگاه ها استفاده میشه یا از طریق بالاخره فرصت هایی که خودشان ایجاد میکنند. در هر صورت ما نگران هستیم بله. نه تنها ما که خود طبعا در یک تیکت هستیم خیلی تیکت های دیگه به اصطلاح مسئولین از آدرس های تیکت های مختلف از همین لحظه اونها هشدار دادن که اگر چنان چی وضعیت و روند به همین شکل پیش برده شود ما نتیجه این انتخابات را نمیپذیریم و طبعا این کشور به بحران خواهد رفت همه بالاخره تقریباً تقریبا اکثریت این تقلب رو یک پرسش دیگه هم مطرح میشه آقای مختاری کی کرده خب تقلب به نفع کدام تیمی خود طبعا هر تیمی میکنه به خود تقلب بکنه ولی بیشترین نشانه ها و انگشت ها به طرف به حاکمیت هست چون ده. ابزارها در اختیارش ابزار قدرت چه به لحاظ امنیتی و چه به لحاظ اداری در اختیار اونهاست و بیشترین اتهامات به سمت به اصطلاح حکومت است یا تیم دولت ساز خب ممکنه دیگرها هم هر کسی به توانی، اندازه توانی خودش ممکنه دست به تقلب بزنه ولی اون چی که تاکنون اظهار شده یا کنایه هایی که از طرف بعض از شخصیت ها بیان شده بیشتر متوجه حکومت و نظام هست که ما امیدوار هستیم که کار به اونجا کشیده نشه شما به عنوان آخرین پرسش از شما اگر نتیجه طوری باشه که باز هم مانند انتخابات 2014 انتخابات پارلمانی به این شکل اگر نتیجه یعنی بیرون بیاید و نتیجه انتخابات و مردم افغانستان با توجه به همین مشکلاتی که وجود داشته و اینا رفتن به پای صندوق های رای اگر چنین باشه و با توجه به حساسیت هایی که نامزدان از تقلب دارند مشخصا نامزدان هستند که یعنی جدی دارند نسبت به تقلب با چنین وضعیت این نتیجه پذیرفتنی خواهد بود و اگر پذیرفتنی نخواهد بود چی پیشبینی و چی چشمنداز با توجه به شرایط وضعیت افغانستان برای مردم افغانستان دارد برای آینده سیاسی افغانستان خب امیدوار ازیستم که به حالت نکشه اگر این انتخابات سیزده یا ایست که پارلمانی 97 هفت واره بسازن فکر کنم که در بحران بره افغانستان که باز جمع کردن از او بسیار مشکل این بحران, بحران است. چی است جنگ داخلی است باز هم حکومت وحدت ملی است امکانات بله. جنگ داخلی میره امکانات از این میره که مخالفین حکومت تقویش های بسیار حرازی ما را بگیرند امکانات از این میره که خانه جنگی در افغانستان شروع شود چون شما میبینید امیدوار هستیم که مسئولیت اساسی که با کمیسیون مستقل انتخابات و سمش شکایت از اونو هدا کنن حکومت مداخله قطعا نکنه نخواه که از طریق تقلب و نیت مداخله را داره؟ شک نیست هیچ شک نیست که تا الحال پروگرام برنامه شکل ایار شده بود که براتون پیشنهادم کردم که در بعض معلات به مای اوتراب ساختگی مانده شده بود که سوال در بعض معلات امی فعلا صندوق پر است فقط زمینه را مساید بسند کمی شب چطور نقل بکنه را امیدوار از کمیسیون مستقل انتخابات مسئولیت ایمانی و وجدانی را ادا کنه ورنه سرنوشتان سرنوشت کمی شب قبلی و در غیر از اگه اوتون نشه پیش خدا ماخوذ میباشند و جوابگو به ملت و به خدا خواه بودند و حکومت حاضر قیاس تلاش بگی کنه بگذاره هر کس که واقعا آرای پاک مردم داره اونو مردم بیان تا یک حکومت قیوم و مرکزی داشته باشیم ما تا بتونیم که حداقل آینده مردم ما نیک باشه شما ببینید انتخابات پارلمانی رو ما وقتی که رفتم این صف هر جو هر سایتی که میرفتیم و هر محله که ما میرفتیم دو صف سه صف ساله بود اونجا هر صفش هم 200 متر 300 متر 400 متر،, متر طول داشت اما این بار یک سال بعد اگر بعضی محلهای ما بعد از پیشین مردم حاضر میشد که رای دیگه کس وجود نداشت امی فامیده اینه که اگر 9.6 میلیون ثبت نام کردن کل دنیا میفهمه که شاید از دو الی دو نیم میلیون جات اشتراک نکرده و در انتخابات اگر اونجا باز میکشن ارقام که 4 یا 5 میلیون اشتراک کردن خود خود مردم میفهمد که قلب از باز نپذیرفتنی پیش هیچ کسی نیست امیدوار از که به خاطر خدا به خاطر شهدا به خاطر از دل بزدن عزیز و مردم خود تحمیل نکنند از و فصل مردم بگذارن کسی که شفاف اگر حکومت برده کلگی باید قبول کنند اگر اجرای برده قبول کنند آر برده قبول کنم نبیل برده قبول کنم هر کسی که آرای پاک مردم داره بگذارن کمو حکومت جور کنه تا بتانیم یک پروسی صلح هم داشته باشن و پروسی حکومت قوی مرکزی هم داشته باشن بسیار زیاد تشکر آقای شمی برده. آقای مختاری آخرین پرسش و پرسش جنبندی از شما یعنی نتیجه چگونه خواهد بود پیش بینی شما چی از در کل و چشماندازتان چی است؟ این نتیجه تقلب را تقلب یعنی هاوی تقلب را یعنی تقلب سازمان یافته برای شما پذیرفتنی هست و برای ملت مردم افغانستان پذیرفتنی خواهد بود و برای کاندیدان و نامزدان که در این دور انتخابات نامزد بودند پذیرفتنی خواهد بود ما بر اساس برداشتی که داریم از مردم و ملت مردم تصمیم داشتند که یک تحول و تغییری در ساختار و در نظام به وجود بیارن چون از شرایط کنونی به شدت خسته هستن مردم و مشکلات و چارش هایی که بیسترات در طول این مدت ساری و جاری بوده کمری مردم را شکستنده شعار مردم فریاد مردم و پیام مردم تغییر وضعیتی موجود بوده اگر چنان چه شرایط به گونه پیش بره که وضعیت همچنان دوام پیدا بکنه ای حاکی از است که در این پروسه تقلب بسیار گسترده ای صورت گرفته شما کمپاین ها را دیدید خود کمپاین ها یک آینه تمام نمای از تصمیم مردم در روز رایگیری هم هست اونهایی که به اصطلاح ده ها هزار ده ها هزار جمعیت زیر آفتاب گرم روی خاک ها می حضور به هم می و شعار می شعار مشخص را می اونها در پای صندوق های رای هم حضور به هم می که به اونو هدفی که شعار داده برسن بنابراین اگر غیر از این بوده باشه طبیعی است که مردم نمی توانه بپذیره طبعا احزاب سیاسی را قبول نمی کند تیک تا نمی توانه بپذیره و, و بالاخره چی خواهد طبعاً که در اینجا البته خدا نکنه که به او به او جایی که پیش بینی میشه یعنی بحران های چالش آفرین به اونجا کشیده شود طبیعی است ما امیدواریم که رای پاک مردم در حد و اندازه باشه که زور تقلب به اون نرسه که او سیستم به او جریان را تغییر بده بلکه مردم با رای پاک خودشان کاندید مورد نظر خودشان را به یک سرانجام برسانه و نظام مورد دلخواه خودشان را سپاس گذارم از حضور شما آقایان ام. آقای محمد مختاری معاون حزب حرکت اسلامی افغانستان آقای سید نقب الله هاشمی آقای سیاسی و تشکر از شما بینده های گرامی که تا این دن با ما همراه بودید بقیه وقت خوش خدا نگهدار